شب همتون به خیر تحلیل اخبار نهم اسفن ماه 1399 رو شروع میکنیم تعداد خبرها رو کم انتخاب کردم برای اینکه میخوام قسمت عمده وقتتون رو صرف با اجازتون مسئله سیستان و بکنم و یا بهتره بگم مسئله ایران میخوام یه مقدار در اون مورد تحلیل کنیم ببینیم تقصیر کیه باید چی کار کنیم و چه کردیم که این شد و چطوری میشه حلش کرد چون باید یه قضیه حل بشه خب قبل از هر چیزی مسقال به غیر از این پیچیش پیج دیگه ای نداره مراقب پیجای دیگر رو باشید که میخوان سرتون کلاه بذارن فریبتون بدن مسقال خیلی فروش نمیکنه معامله نمیکنه سیگنال نمیده سخنگوی مسقال فقط بندم به نام من کسی واسه تون ننویسه من صحبت میکنم من اینجا خدمتون حضوری میرسم که منو ببینید پس خیلی مراقب باشید خلاصه و مورد تبلیغات هم دیگه هر شب دارم میگم تبلیغات تبلیغات ما شناختی نداریم پول میگیریم تبلیغ میزنیم اگر خواستید کار بکنید حضوری تشریف میبرید میشینید با یه بلد کارتون انجام میشه بعد بلند میشید میرید اینکه من به گلچنی اطمینان داشتم من به بمثبال... نه به گلچنی اطمینان کنم گلچنی من خودت که اصلا نمیدونه چی به چیه خودشون با بچه ها تماس میگیرن اون کارا رو میکنن اونام نه پلیسن نه مفتش فقط یه چارچوبی رو برای شما رعایت میکنیم هر تبلیغی رو نمیزنیم ولی خب پرسا مراقب باشید کاری از دست ما بعد بر نمیاد چرمندتون میشیم بریم سر اخبار جناب آقای نوبخت خب ما میدونید که خبر اصلیمون سیس و ملوشستانه ولی اصلیه رو میذاریم آخر سر که فرصت کنیم مفصل در صحبت کنیم نوبخت گفته که دولت بعد در پرداخت یارانه به مشکل برمیخوره شما اگه نگاه کنید دولت فعلی ببینیم با یارانه چی کار کرد یارانه اون موقع دلار حدودا هزار تومن بود الان دلار حدودا 25 هزار تومنه یعنی 25 برابر اینا به نفعشونه سر پرداخته تازه من نمیدونم الان به نصف کسایی که قبلا یارانه میدادند یارانه میدن هنوز یا نه فکر نکنم بدن به یه سومشون میدن به یه چهارمشون میدن یعنی با اون چیزه حساب کنیم با اون 25 حساب بکنیم اینا الان از نظر پرداخت و یارانه نسبت به 8 سال پیش یک درصد توانایی فقط یک درصد شدارم پرداخت میکنن دقیقا دولت الان یه چیزی حدود یک درصد اون موقعی که یارانه شروع شد داره پرداخت میکنه یک درصد چیزی بسیار ناچیزه حالا شما فقط حساب بکنید یک درصد رو هم نتونه پرداخت کنه یعنی واویلا ورشکسته یعنی چی؟ ورشکسته رو میگن آقا صدید مثلا میگن تومنشو دوزار تومنشو سریال یعنی این حتی تو صد تومن یه تومن نمیتونه بده این یعنی کلا مملکت رو هواست جریمه های رانندگی در 1400 درصد افزایش پیدا میکنه بایدن خطاب به ایران مراقب رفتارت باش میگم پدرش دیگه یه پدر میتونه برا پسرش یا واسه برای فرزند ناخلفش خط نشون و یه وقت تو گوشش بزن و خدمتتون عرض کردم بایدن دولت بایدن بایدن که عروسک بیشتر نیست دولت بایدن با دولت ترامپ خیلی فرق داره دولت بایدن بود که چون اسلامی رو گذاشته ترامپ نمیتونست جمهور اسلامی برداره چون دولت بایدن جلوش وایساده بود اگر قرار اتفاقی بیفته شاید تو دوره, دوره... بایدن بیفته ولی این اتفاق به نفع من و شما نخواهد بود مگر تکون بخوریم اینکه بشینی وسط یکی دیگه کار کنه هرگز این اتفاق نمیفته خب دیروز جناب آقای واعزی اومدن یه حرفی زدن که گفتن که آقا قیمت دلار رو ما خودمون بردیم گذاشتیم مثلا قیمت هم دقیقا گفته حالا یادم نیست مثلا 25 و 27 یادتونه این مینداختن گردن این و اون حالا خودش دقیقا اومده گفته آقا ما خودمون گذاشتیم بعدا هم همه باش دعوا کردم بعد اومد پیچوندش چرخوندش یه کاری دیگهش کرد خلاصه این تیکر خوب اومد ربیعی سخنگوی دولت دوستان اقتصادی ایران هم بدون پیوستن ما به FATF حاضر و همکاری نیستند این یعنی حتی چین و روسیه هم تا نپیوندن به FATF یه جاهایی نمیتونن پول بده البته اینا جنسشون رو میبرن شما مطمئن باشین جنسشون میبرن چین و روسیه جنسشون رو میبرن پولشو نمیدن مگه میشه اونا جنسشون مگه چین بدون نفت ایران بدون منابع ایران نمیتونه تولید کنه احتیاج به منابع ما داره پس قطعا میبره حالا پولشو بعدا میخواد بده که خیلی جالبه اصلا میش معلوم نیست که ایران چقدر طلب از روسیه داره چقدر طلب از چین داره فقط معلوم از کره جنوبی طلب داره طلباش از چین مشخص نیست اگه مشخص هم نیست به چشم نمیاد در که من بهش قول میدم طلب کره جنوبی پیش طلب چین هیچ چی نیست خب یه بازیگری بود رفته بود یه آمپولی زده بود و بعد خلاصه یه بساطی شده بود و رفیقش برده بود حالا از فضای مجازی خدافزی کن من بازی در میارن از فضای مجازی میخوای خدافزی کنی دیلیت کن اکانت تو نه اینکه تبلیغات کن ناز میکنند تو اگه میخوای خدافزی کنی آدم اکانتشو دیلیت میکنه آدم اکانتشو نمیذاره باشه و خدافزی کنه و بعد تمام رسانه ها بزن فلانی خداحافظی کرد که یه چندصد صد هزار تا فالوور بهش اضافه شه ملت که در صحنه هر چی باشه میدونن فالو میکنن حالا خلاصه عزیز دلم کسی که خدافزی میکنه قشنگ در اکانت رو دیلیت میکنه خدافزی میکنه دیگه اکانتش واسه چی گذاشتی و خدافزی کرد این بازی در نیار سر ما و مسئله بعدی از بود دیگه میخوام نگاهش کنین اینقدر فوش خورد که فعلا به نفش حرف نزنه با اینم یه تبلیغ واسه خودش کرد یه تبلیغ کرد این یه, یه بودش فعلا مردم ما فراموشکارن مردم ما یادشون نیست کی قبلن چی کار کرده اصلا یه اون بنده خدا میگفت دیگه طرف معروف میشه یادشون نیست بابت کسافتکاریش کاریش معروف شده نه بابت محسناتش حالا ایشون هم گند کم بار نیورده بازیگر خوبیه ولی متاسفانه مثلا مردم ایران همیشه بازی میکنه بعد تو تیم جمهوری اسلامی و طرفدار جمهوری اسلامی یک بار نشد طرف مردم رو بگیره اصولا خب این میخواست طرف مردم رو بگیره که باید میشه تو قانونش اینه با شرف بفروشی بیای پول در بیاری اینطوریه دیگه ولی مطمئن باشید به هیچ کدومشون نه این دنیا نه جمهور اسلامی وفا نخواهد کرد صبر کنید این فعلا ضربه اولش رو خورد دیگه وقتی حیثیت نداره دیگه چی میخواد حالا خیلی هم پول داشته باش حیثیت نداری جرأت نداره اینستاگرامش بیاره بالا دیگه خلاصه شواهدی از کرونا جهش یافته ایرانی دیگه این یکی دیگه, دیگه خیلی معرکه بود نمیدونم امیدوارم خطرناک نباشه امیدوارم ولی این نکتر بی... اما آقا ما اصلا این هزار بار این داستان رو گفتم من وقتی گرفتنم گفتن حکمت اعدامه بعد یه روز باجو من گل بدبخ شده گفتم چه میخوای دوباره اعدام کنی که اعدام راست میگی چند ما بعد صدام کرد مثلا بازجویی توی داسرا امنیت باز بازپرس باز اونجا بود باز آقای گوچنی میدونی چ... بدبخ شدی گفتم چیه میخواد دو نه بانک مرکزی ازش شکایت کرد گفتم خب دو بار ادامه میکنن چهار ماه من اینجام داریم یه ادامه میگه خب دیگه اتفاق بدتری که نمیفته خلاصه ما اتفاقی بدتر از اخون برامون نمیفته کرونا از هر جنسی باشه ما اخون داریم اصلا تموم ما از کرونا نمیترسیم آقا کرونا یه سرمخوردگیه تو صد تو دو تا میمیرن بعدم ما باید بشینیم تو خونه نمیدونم حالا دو هفته یک ماه عذاب بکشیم به نظرتون به اندازه چهل سال عذاب آخون اصلا به چش نمیاد آیا مثل گلوله که میگیره رگباری میکشه هرگز کرونا تا حالا بیشتر کشته یا آخون بشمار آقا بشمار ببین آخون تو, س... تو, سال 98 تو دو سه روز چند تا کشت بعد ببین کرونا تو دو سه رو چند میکشه آقا بشین بشمار ببین پراید آخوند رو چند تا کشته بعد ببین کرونا چند تا کشته آقا ما واکسینه ایم مرت کرونا ولی حواسمونو رو جمع میکنیم ما جونمون ارزش داره جونمون رو نمیگیریم مثل آقایون کف دستمون بریم رو مین عینه ببخشید خر و گاو و گوسفند ما با عقل و شعورمون میریم مینه رو خونسا میکنیم ما اونجا آدمامون برامون ارزش دارن اینا آدماشون واسهشون ارزش ندارن میخوان برن اونجا با حوری ها. ما آقا هم اینجا حوری داریم همینجا از هم دیگه استفاده میکنیم اونجا مال هر اتفاقی افتاد هوا همو داریم از رو هم رد نمیشیم بریم اون طرف واسه خروس شدن ولی حالا یه خبر اومده که کرونا ایرانی هم اومده جایش یافته حالا نمیدونم از فردا نمکی میاد میگه نیست انشالله. امیدوارم هم نباشه ولی شما مراقب باشید دیگه تمام تلاشتون امروز یه خبر یه دونه از کانال های خودشون منتشر کرد یه دونه از دقیقا کانال های خودشون به نام وزیر منحوس اون وزیر جوانشون چیه اطلاعاتی همشون عبدت اطلاعاتی هم؟ اطلاعات چیز ارتباطات که با همت و تلاش همکاران بنده زین پس تلگرام بدون مشکل فیلتر در دسترس عمومی قرار خواهد گرفت به امید برداشته شدن فیلترینگ از سایر سایت و شبکه اجتماعی دقیقا اینو یه توییتو و عکسشو گرفته بود یکی از کانال خود جمهوری اسلامی دقیقا کانال معتبر و که به قول خودش میزنه تنها کانال فلان و تنها مرجع فلان حالا نمیخوام تبلیغشو کنم خیلی زد اینو بعد دیگه تو زرد در اومد خبرش حالا نمیدونم خودشون چرا این خبر رو زدن من اطلاع ندارم بعد حمله به کاروان لوجستیکی آمریکا در عراق یعنی الان تعداد درگیریهایی که بین ایران و آمریکا فکر بیشتر از زمان ترامپه و دیدیدم که حالا چیزی که خودشون شلوغ کردن مثل اینکه جناب آقای بایدن هم اومد زد یه جایی و یه چند تاشون رو انگار از بین برد حالا نمیدونم بعدا گفتن خودشون بودن و همه بود دیگه نمیدونم بالاخره در ظاهر این موشک و موشک اندازی هست همین ظاهرش واسه ببخشید بدبخش شدن من و شما کافیه این ظاهره مشکل داره باطنی طوری نیست صورت این چه مشلمه هنوز درگیری هست حمله به خطوط انتقال گاز در سوریه مناس ناامنی در منطقه ادامه خواهد داشت این دولت آمریکا دولت ناامنی در منطقه است ترامپ زمان امنیت منطقه بود ترامپ امنیت منطقه رو خیلی زیاد کرد منطقه به شدت ناامن بود بعد از این کنار انصافا امنیتش خیلی بیشتر شده بود الان داریم دوباره اوج میگیریم شهردار بابل بازداشت شد دیگه شهرده رو بابول ما که نمیذاریم خودشون میذارن دیگه حالا قرار شده من اینا رو هر شب بخونم و رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته که ایران و کره گفته که بالاخره آقا دروغ بزرگ همتی بلند شد اومد گفت که نه این پولمون اول که خیلی جالبه میگو پولمون هفت میلیارد حالا همین دو ماه پیش میگفتن نه میلیارد من الان دو میلیارد چه گرفتید تخفیف دادید گرفتید بگید به ما مشغول یه چیزی بدونید اینا راست که نمیگن که خلاصه دقیقا یه موقع تفتا بود بعد شد نه تا دوباره الان گفت چقدر گفت هفتا من نمیدونم حالا آقا کاهش نداره بعد در اومد گفت که یه منشو قطعا داریم میگیریم و میریزن به حساب بانک مرکزی و نه قطعا میگیریم و, و حتما هم دو روز قبلی کافه کام چهارشنبه بود بعد اعلام کردن نه آقا موافقت کرده آزاد شه ولی مثل که میریزن مثلا به حساب سوئیس به ازاش پول میدن و قضا میدن و دارو پول دست جناب آقای رئیس بانک مرکزی نمیدند خیلی جالبه که رئیس بانک مرکزی اینقدر راحت پا میشه میاد میتونی بگی آقا مشخص نیست تا وقت پول اومد تو حسابت بیا حرف بزن یعنی این بشر نمیدونم یا اینقدر خودفروکه صد درصد اینقدر خودفروکه وگرنه کارش کارشی نبود وگرنه آقا من تا پول نیمده تو دستم تو جیبم بیان نمیکنم پولو گرفتم فلانی گفته پول میده و گفته که گفته کوه وقت اومد این نشونه بعد تجربه یه طرفه اینایی که حساب میکنن رو چکاشون یا طلباشون هنوز بچن تو بازار بازاری تا پول نیمده دستش قبول نکرده عین زندان میمونه دیگه زندان آقا تو پا در در نذاشتی بیرون نیمدی بیرون قطعاً تو نمیاد تازه آقا ما میایم بیرونم بیرونم خودمون رو بیرون حساب نمی کنیم دیگه چه برسه از تو نه آقا فردا میری و پس فردا میری و ماه بعد میری حالا همینه آقا یعنی چی تو پول نگرفته بعد میای بیان میکنی تو رئیسی مثلا وای با اون که زیر دست تو داره کار میکنه خب بریم سراغ سیستان بلوچستان مسئله عجیبی نیست انتظار میرفت من میخوام چند تا بعد نگاه کنم سیستان بلوچستان عین بقیه مناطق مرزی ایران عین کل ایران اصلا آقا شما جایی تو ایران اگر سراغ داری مردم در رفاه باشن بیا به ما بگو هیچ جا امنیت نیست رفاه نیست مناطق مرزی از همه جا بدترند منطقه سیستان بلوچستان از همه جا وابیلاتره وحشتناک است این این دولت نمیرسه و نمیخواهد که برسه یعنی اصلا نمیخواد برسه مخصوصا نمیخواد برسه من قبلا هم بهتون گفتم ایران باید تجزیه شه باید منفجر شه ملت باید ناراضی باشند این مسئله مطلبی که میخوام بهتون بگم چندتا تا بود داره یه رو اول حالا باستون بیان میکنم کتر سلیمانی یایتونه کت سلیمانی بلند شد رفت واسه یه منفجر کردن اون منطقه و رفت منفجرم کرد چیکار کرد؟ اسد رو بردارن بلند شد رفت اونجا شروع کرد به کشت و کشتار شیمیایی زدن جوون و زن و, زن و بچه, مردم رو کشتند و فیلماش پخش میکردند برای اینکه مردم عصبانی شند برای اینکه مردم جوش بیارند بعد یه نفر با یه اسلحه اومد حالا از طرف یکیشو من نمیدونم از حرف خود کتلت از حرف رئیس کتلت ولی این یه مسئله سازماندهی شده بود و اون طرفی که اومد بلند شد و اسلحه رو پخش کرد یه سری آدم هم خرید از اروپا و آمریکا و این استرالیا و هرچی که تونست شد داعش یعنی اگر کتر سلیمانی نبود مردم اونجا اسد گذاشته بودن کنار دولت خوشون تشکیل داده بودن اصلا داعشی نبود یعنی من هزار بار گفتم شما فرض کن یه سفره پهن سرش هم قضا هست همش اصلا میخورن کجا دیدی ملت نشستن سر سفره دارن غذا میخورن بهشون بگن آقا اون بغلم دارن قضا میدن همه بدو هم برن مگه یارو شکم باره باشه وگرنه من 99 درصد ملت نشستم که خودم مرسی دارم میخورم دیگه کجا پاشم میام بخورم سر سفره غذا هست ولی وقتی ملت گرسنند وقتی بهشون میگن اونجا غذا هست یا وقتی داره یکی میکشه یکی میاد اسلحه دستت میده خب میگیری ولی وقتی حالت عادی بد اصلا اصلا من میخوام چیکار کنم اصلا میخوام چیکار کنم اینجا امنیته من چه نیازی به اسلحه دارم ولی وقتی شروع میکنن به اسم اینکه شیعه داره سنی میکشه خب و واقعا هم میکشه و واقعا هم کشت خب بله بعد یه نفر میتونه بیاد با لباس زرو اصلا هم بیاره پخش کنه ملت ستم دیده حرکت میکنند دارن میکشنشون حرکت میکنن و داعش میشه که حالا واسه چی بود واسه به هم زدن منطقه واسه فروش اسلحه واسه خالی کردن گنجینه های بین و نهرین کارشون هم انجام دادن کت سلیمانی هم بالاخره مهره سوخته ای بود که سوخت رفت با داعش سوخت داعش رفت بود داعش اون داعش نیست داعش داشت آقا میمد کل عراق رو بگیره ولی نمیخواست کل عراق رو بگیری اون جایی که میخواست گرفت بعدم تموم شد رفت حالا با یه داستانایی حالا الان نگاه کنید مناطق مرزی ما باید ناراضی باشن جنوب باید ناراضی باشه به جنوب نمیرسه قرب باید ناراضی باشه کرد باید ناراضی باشه از اون طرف شرق باید ناراضی باشه نمیرسن بهش آقا نمیرسه من میخوام یه مسئله مطرح کنم چه تفاوتی هست بین سیستان بلوچستان با پایین با اون طرف خلیج فارس اون طرف خلیج فارس ما خوباشو نگاه ما چرا بدار نگاه میکنیم ما چرا ما چرا دبی رو نمیبینیم چرا امارات رو نمیبینیم امارات چی داره که ما نداریم ما چرا چینو ما چرا فقط نوکری و چین میکنیم ما چی داریم چین چی داره که ما نداریم چرا نمیتونیم ما مثل چین باشیم چین از استفاده میکنه شما سیستان بلوچستان رو ببینید این شب اولی نیست من در این مورد صحبت کردم من ده ها بار صحبت کردم هر شب باید صحبت میکردم اگر نکردم کم کردم که شرایط اینطور بود عکساش میومد فیلماش میومد گزارشاش میومد یادتونه چقدر بچه اونجا قرق میشد فقط واسه آب آب ندارن اینا مدرسه رو دیده بودید وضعیت زندگیشون رو خب اینا ندارند من توجیه نمی کنم کسی که نداره بلنشه بره قاچاق کنه یا بلنشه بره بنزین ببره یا بلنشه بره مثل کولبر و جنس ببره ولی میخوام بگم اگر تو مردم از خودت بدونی بچه های خودت بدونی خونواده خودت بدونی اول واسه شرایطو شرایط رو فراهم میکنی من اول همه چی در اختیار بچم میذارم حالا اگر بچم سرپیچی کرد گوشش رو میپیچم اونم نمیکشمش آقا کجا به جرم قاچاق آدم کشتی تو اصلا بقیه رو کار ندارم تو این همه قاچاق چی همه این قاچاق سوخت اصلا من کار ندارم اونا قاچاق سوخت میکردن یا نمیکردن اصلا کار ندارم من دارم به زبان جمهوری اسلامی صحبت میکنم چیزهایی که خود جمهوری اسلامی داره میگه میگم آقا باشه قبول من قبول ندارم ولی میگم قبول چون باید باز اون زبان صحبت کنم چرا قبول ندارم چون جمهوری اسلامی میگه بهایی جاسوسه دیگه من بهایی میدونم بهایی جاسوس نیست چون جمهوری اسلامی پشت سر من هزار تا داستان در آورد تو کانال همرو حدیث است گلشنی با صدها میلیارد پول از ایران فرار کرد گلشنی نمیدونم دلال ترکیه نشین آقا من یه دلار تو برو ببین از 90 به بعد من اگه یه دلار جا به جا کردم برو بیا بگو گلشنی دلال من فقط قیمت میدم ببین این از خود من حرفایی که پشت سر جنوبی ها زدی پشت سر کرد ها زدی پشت سر همین بلوشا داری میزنی زم و پشت سر 98 یا زدی اینا که 98 تو خیابون بودن زدی کشتیشون اون همه پر پشتشون من کدوم قبول کنم وقتی خودم هم یکی از اونام وقتی به من داری تو میگی جاسوس وقتی تو من واسه من نوشته بودن تو روزنامه ها تو چیزاشون تو سایت های خودشون تو تمام سایت های خودشون نوشته بودن که گلشنی ملک و املاک داره مثلا تو اسرائیل و تو آمریکا و آقا من بیچاره اگه یه میمت زمین یه جا داشتم الان 6 سال بود تو ترکیه بودم بازم خدا پدرش ترکیه رو بیامرز من نگر اینجا جایی که من را نمیدن کشورم جای من نیست این از این تیکه پس من حرف تو رو قبول نمی کنم من قبول نمی کنم اونا اشرارند اگه قبول کنم اونا اشرارند پس منم جاسوسم پس کردم و جنوبی حتما تجزیه طلبه باید اینطوری قبول کنم دیگه من وقتی حرفی که در مورد من میزنی دروغه و ده ساله داری میزنی چهل ساله داری میگی بهایی جاسوسه وقتی من بهایی و میدونم بهایی جاسوس نیست پس من حرف تو رو قبول نمی کنم وقتی تو میگی چون من صابون تو به تنم خورده وقتی اون حرکت تو با دراویش کردی وقتی همین چند روز پیش دراویش دیدی یکیش روی جوانش از وقتی قهرمان کشتی کشور زدی کشتی هزار تا چیز بهش بستی اونو چرا من از تو قبول نمی کنم؟ چون تو منو هم جاسوس میدونی چون هزار تا دروغ پشت من گفتی چون وقتی وقت من میگه پشت اونم میگی آدم آدم دروغگو حرفش قبول نمیکنه. کنه پس این از این پس من قبول ندارم اونا اشرارت ولی باشه اونا اشرار حرف تو درست من با منطق خودت میخوام با طرف بزنم اون اشرار اونا قاچاقچی تو خودت قاچاق نمیکنی؟ اونا چقدر قاشاق میکنن سپا چقدر قاشاق میکنه هزار بار این نکته رو گفتم یه سایتی هست بلیت هواپ میفروشه نمیخوام رو بگم رو اووردند نشون دادند با معرفی کردن به عنوان مدیر کارآفرین بلند شد و من صحبت کرد گفت من قاچاق بنزین میکردم آقا مدیر کارآفرین تو قاچاق بنزین کرد و اعلام کرد فیلمش هست توی سمینار جلوی چند صد تا آدم مدیر کارآفرین تو مدیر کارآفرین تو داره قاچاق میکنه خودش داره اعلام میکنه اونم آدم سیریه نگاه کن آدم سیریه من نمیخوام تایید کنم کار اونا رو من کار یک کولبر رو تایید نمیکنم من کار یک یه... کسی که بنزین قاچاق میکنن رو تایید نمیکنم چون من اگر بمیرم هم این کارو نمیکنم ولی نمیکشمشم و و نمیذارم گرسنه بمونه که تن به اون کار بده وقتی یه تنمه مدیر کارآفرین تو که سیره که سیره داره قاچاق بنزین میکنه اون کسی که قاچاق بنزین داره میکنه از گرسنگیه از گرسنگی اون اگه میخواست قاچاق کنه اون تایم میرفت این جا به جا میکرد میرفت تریاک جابجا میکرد خوب پول در میابن. دوباره میگم من کارشو تایید نمی کنم. ولی تقصیر توه تو اونو تربیت کردی اون بچه توه اون چهل ساله زیر نظر تو بزرگ شده اول که تو قاچاقچی نمیکشی پس چی شد اونو کشتی تو اگه قرار قاچاقچی بکشی بلنش برو اونی که درست میبره رو بکش آقا سپا داره قاچاق میکنه همه هم میدونن دیگه اون احمدی نژاد به اون نفهمی میفهمید و گفت دیگه هر کی نفهمه سپا داره قاچاق میکنه یا نفهمه یا خودش داره به نفهمی میزنه این هستی زورت به اون نمیرسه میری دوتا بلوچ میکشی چون بلوچه نه بگو چون بلوچه کار واسهش درست کردی نکرد رفت قاچاق کرد همه همین همه رو نمیتونی تو پیغمبر بدونی مردم وقتی گرست نمیشن دست به هر کاری میزنن باز کارش خوب نیست ولی بهتر دزد است آقا تو تهران بیا طرف با قمه میزنه یارو میکشه مالشو میبره دیگه باز اون کار بازم شرف داره به اون کار حالا یا میدونم 100 لیت بنزین رفته واسه شیکم زن و بچهش و از سر سرسیری نرفته فرصت طلبی نکرده کار دیگه ای نبوده اون منطقه کار نیست تو وظیفت اونجا کار بذاری چرا نمیذاری؟ نمیتونی؟ چطور نمیتونی؟ از چین نمیخوایی یاد بگیری؟ چین از انساناش استفاده میکنه از آدماش به عنوان کارگر استفاده میکنه تو اونجا کارخونه زدی نیمت بمونه توش کار بکنه؟ چین از ایران منابع میخره که اونجا مواد اولیه داشته باشه که تولید کنه به دنیا بفروشه ما به جای منابع و بدیم به چین خودمون کارخونه بزنیم از چین یاد بگیریم یه ذره پول خرج کنیم تو سیستم بلوچستان اونجا نمیشه من نمیفهمم دوبه چی داره که ما نداریم الا یک مدیر لایق دو به چی داره که اونجا سیستان بلوچستان نداره حالا سیستان بلوچستان نداره اصلا شاید سیستان بلوچستان پر از منابع باشه من خبر ندارم ولی میخوام یه جایی بگم که منابع داره خوزستان چرا این شکلیه اهواز چرا هر سال تا مچ پاشون که چی تا ساق که چی تا زانوشون میره تو فازلاب ای کاش بره تو آب و سیل می هر سال این اتفاق میفته اهواز چرا فقیرند جنوب چرا فقیر جنوب که دیگه نفت داره آقا خرج کل ایران و جنوب داره میده پس چرا جنوب فقیره چون جنوبیه کرد چرا اونطوره ترکای مرزی چرا اینطوری هن تو یه جا رو بگو یه تپه تمیز واسه من نام ببر باز میگم تهرونی هم تو شرط خوبی نیست شیرازی و هم تو شرط خوبی نیستن همه کارگر و مردم عادی گرستن ولی اونا شرطشون ببخشید خیلی بده خیلی بده خیلی بده, خیلی بده. کفش یکی رو بپوش باهاش راه برو بعدا قضاوتش کن طرف زن و بچهش گرسنن این بنزونو رو میگیره میره اونور میفروشه میاد شیکم زن و بچهش رو سیر کنه من تایید نمیکنم ولی کفشش اول بپوش برو بعد تیر بزن بش تو اگه قاچاقچی میکشی زورت به اون رسیده زورت تو چرا قاچاقچی اگه میکشی اون بابایی که خودش اومد اعتراف کرد خودش اومد گفت من مدیر تو اونجایی که برنده شده بود به عنوان مدیر کارآفرین اعلام کرد من قاچاق سوخت میکنم بچه نگرفته بندازیش زندان چون آدم خودته چون آدم خودته چند تا دوز داریم میخوام بگم خود سیستان بلوچستان جاد داره واسه کار مدیر نداریم دلسوز نداریم تو اونجا اول کار درست کن اول کارخونه بزن یه حقوق مکفی اونجا آب بکش اونجا کلاس درس درست بذار اون مردم رو تربیت کن تربیت حرف اول و آخر رو داره میزنه اینا رو تو تربیت کردی بچه من اگر بد در اومد من بد تربیت کردم بعد من بچه رو نمی کشم. اگه حالا اسلحه داشت گرفته بود آقا داشته چهار ظرف سوخت میبرده واسه شیکمش دوباره دارم میگم من تایید نمی کنم این کارو ولی اینو نباید کشتش آقا فوقش میگیری میبری جریمش میکنی ولی نه فقط اونو همه رو نه اون که زورت میرسه اول سپاه ببر جریمه کن عین کولبری که میزدی کولبر رو هزار بار بهت گفتم نمیخواد کولبره بزنی برو ببین کولبره واسه کی داره بار میبره اونو بگی واسه خودت داره بار میبره بعدم نمیخواد بری کولبره بزنی اونجا یه کاری را بنداز یه کارخونه را بنداز مگه طرف مریضه بره کولبری کنه مگه مریض بلنشه بره تو کو کمر تو سرما جونشو بذاره کف دستش بره اگه کار داشته باشه وای میسه کار میکنه اون بلوچ اگه کار داشته باشه وای میسه کار میکنه واسه چی بلند بشه بره اون کار بکنه تو چهل ساله نمیذاری کار بکنه تو ام... حالا دوباره بر نگرد بشه آقا من شعار کاری ندارم چهل سال از اون زمان گذشته حالا بر نگردید بشه من نمیدونم اون موقع چی بوده من الانم میبینم تو دو روز نیست اومدی تو چهل سال اومدی چهل و دومین جشنت هم گرفتی طی چهل و دو سال چه کردی آقا یا سیستان برونچستان منابع داره عین خوزستان پس خرج خودشون کن یه مدیر لایق بذار سیستان بلوشستان رو بکن دوبی یه جایی بکن واسه یه زیارت همه ملت دنیا که بیان اونجا زیارت کنند اونجا مرزه اونجا رو بکن نمیدونم من نمیدونم تو میدونی تو اونجایی بکن یه جا مثل کیش بکن یه جا مثل جلفا بکن یه بازارچه مرزی بکن یه منطقه آزاد بکن مثل چه میدونم عدید اروندم نذاشتی بگیره اروندم زدی ولی نذاشتی بگیره من میخواستم واسه اروند یه کارایی بکنم گرفتی انداختیم زندان یکی از دلالشون بود چون جنوب نباید پا بگیره چراش هم میدونید دیگه چراش هم مشخصه پتاثر توه اگر قاچاق بده واسه همه بده نه واسه کسی که واسه شیکمش داره میکنه نه کسی که از سر سرسیری اینایی که دارن قاچاق میکنن کنون از سر سرسیریه شیکمش سیر وال قاچاقش میکنه چون خودش گفت من فرصت طلبم فرصتش هست میکنم همینه که مملکت اینه چون قاچاق توش بیداد میکنه تو کار درست کن تو شرایط اقتصادی رو طوری کن چرا باید بشه قاچاق کرد چرا باید وضع تولیدمون این باشه وضع کارمون این باشه طرف هرگز بدون خودش رو به خطر نمیندازه اگه بدون آقا این کارخونه استخدامش میکنه بیمش میکنه یه حقوق بش که میتونه باش زندگی بیکار باشه بره تو بیابون بعدا اگه رفت بعدا اگه رفت بگیر جریمش کن نکشش آقا نکشش این اگه آدم کثیفی بود مواد چاپشو میکرد این از این مثلا بریم سر بود بعدش بود بعدش شد بود اول اشاره کردم تو هدف چیه؟ تو اصلا دنبال همین میگردی تو دنبال همین میگردی که بلوچ جداشه که خوزستان جداشه که کردستان جداره داره ایران رو میخواد تیکه تیکش کنی این مردمشن که باشرفن و جدا نمیشن حالا میگی اشرار تو داری میگی اونجا اشرار اومدند من قبول ندارم حرف تو چون اگه قبول کنم اون اشراره باید قبول کنم خودم هم جاسوسم باید قبول کنم کردم تجزیه طلبه جنوبی هم تجزیه طلبه من من هیچ کدوم رو قبول ندارم ولی باشه من با منطق خودت دارم با صحبت میکنم اینا اشرار خب اونجا اگه ملت سیر باشن حالا اشرار هم بیان اونا اشرار نیستن ممکنه چهارتاشون اشرار باشن همشون اشرار نیستن دیگه خودتو گول نزن من اون روز بهت گفتم بلوش پشت بلوش در میاد قومیت ها پشت هم در میان بهای قومیت نیست ولی شما یه بهایی میگیری چند صد هزار تا بهایی شلوغ میکنن شما میری صرف یه درویش هر چی درویش خودشو میریزه تو خیابون نمیشینه جوون جونش از دست داد به خاطر پیرش قومیت ها پشت هم نیستن شما بری سراغ یه کرد بقیه کردها بلند میشن احواز بری سراغش خوزستان بری سراغش بقیه عرب زمان بلند میشن قومیت پشتن قوم برو سراغ یه لور ببین لورا چی کارت میکنند بهت گفتم بلوچ بلوچه تو یه بلوچه کشتی بلوچه بلند میشن بلوش ها نمیشینن نگاه کنن کردام نمیشینن نگاه کنن جنوبیام هم نمیشینن نگاه کنن ممکنه تو مرکز نگاه کنن بعضی ها اونم بعضی ها ولی اونا نمی اونا بلند میشن اونا جونشون رو میدن خونشون رو میدن غیرتشون رو نمیدن این از این ولی دوباره دارم میگم آقا اگر اونجا ملت سیر باشن حالا به قول تو دو تا آدم شرورم میاد اینجا آقا دیگه کل اونا که شرور نیستن که فرض کن فرض کن سناریوی تو درسته چهار نفر شرور رو فرستادن مردم رو فریب دادن مردمی که سیر باشن فریب نمیخورن این مردم از دست تو آسیان و عمدن آسیان تو عمدن آسیشون کردی تو عمدن بهشون نمیرسی تو عمدن میخوای تو فرق باشن چون میخوای اصلا از خدا تا اونجاش شلوخ ایرانی ایران یه تیکه ایران بکنن بگن خب اینجا بلوچستان مال خودمون تو آرزوته ولی اونا این کار نمی هم همونطور که کردها این کارو نمیکنن نمی ولی تو آرزوته کرد میکشی که اونجا شلوغ شه همه بگن خب کردستان باید جدا شه بلوچستان باید جدا خوزستان باید جدا شه چقدر توی مملکت دوز نمیشه میشه بگی طبق گزارش خودتون چقدر میلیارد میلیارد داره میره بیرون تقصیر کیه تقصیر مدیریت توه تو نمیتونی مدیریت کنی برفرض بلوچستان هیچی نداره بلوچستان هیچی نداره برفرض که مطمئن باش داره هیچی نداره این پولایی که طی همین ده سال رفته خارج از کشور کاری ندارم پولایی که هشت و شبی خرج میکنی فاطمیون خرج میکنی لبنان خرج میکنی قزه خرج میکنی یه ذره شو خرج بلوچستان میکردی تا بهت بگم بلوچستان چی میشد وسط پولم در آورد نه تنها خرج خودشو میداد پولم واسد در آورد آخوند نمیفهمی بعد بلوچ وسط جون میده تو اینو بدون قومای ما مهمون نوازن تو بلند شو برو پیش بلوچ از شکم خودش میزنه میذاره تو دهن تو برو جنوب ببین چطوری ازت پذیرایی میکنن برو پیش کردا ببین چطوری ازت پذیرای میکنن برو پیش لورا ببین چطوری ازت پذیرایی میکنن برو پیش ترکا ببین چطوری ازت پذیرایی میکنن اونا با معرفتند قومیت ها با معرفت چون اصل و نسب دارند هوای همدیگه رو دارن هوای دیگران رو هم دارند ولی تو بهشون نمیرسی تو میگی اونجا منابع نداره باشه منابع نداره اونجا یه تیکه منه اونجا یک تیکه بدن منه یه قسمتی از منه پس من به جای که بدم آیت الله فلان بره بخوره به جایی که برم بریزم تو جیب قزه میام خرج اونجا میکنم هم مردمش تو رفاه زندگی میکنند همین که درآمد هم واسم داره باور کن درآمد داره واسات اگه خرج اونجا کنی هم مردمش سیرن هم درآمد داره اون وقت مردمی که سیرن حالا چهار تا اشرار هم با شیشتا تا تفنگ بیان به مردم بگم مردم برو با بینیم بابا شنیدی مرفه بی درد آدمی که شکمش سیرت اصلا هی دستش نمیگیره شلوغ نمیکنه آدم گرسنه ولی جونش هم میده چون چیزی از دست دادن نداره بله بله اونایی که اونجان گرسنند تو میگی اونایی که بلند شدن اشرارن من دوباره میگم قبول ندارم اگه قبول کنم یعنی منم جاسوسم ولی باشه به حرف تو اونا اشرارن تو اگر مردم سیستان بلوچستان رو سیر میکردی را نمیافتادن دنبال اون اشرار چهار نفر نه ده نفر نه صد نفر اونا زیادند شهرهای مختلف هم بلند شدند حالا میومدن شلوغ میکردن ملت هم تو خوبه رو بینیم بابا اصلا خود ملت جلوشونو میگرفتن خود ملت جلوشونو میگرفتن وقتی میدیدن امنیتشون داره به هم میرزه خودشون یقش رو میکرد یقش رو بشین تو خونه ببینم من جدی دارم کاسبی میکنم من فردا دارم میرم در مغازه فردا باید دارم کارخونه فردا باید دارم شرکت ولی میبینه فردا گشته از پس فرداست دیروزه چون هیچی ندارند آب ندارن یه مدرسه ندارن تو شرایط صفر رو هم تو واسه شون نذاشتی انگار تو بیابون دارن زندگی میکنن خب معلومه شرایط شرایط سوریه است یکی با تفنگ بیاد همه دنبالش میان برو تا بریم حالا میخوام اینو بگم پس تو راه داری آخوندو بیرون کن دزدی رو تموم کن پولی که تو مملکت در میاد خرج خود کشور کن سرمایه گذاری کن ازش پول در بیار این کشور یک گنجه هر درختی که بکاری کلی واسه بر میده تو درخت نمی کاری نمیذاری هم کسی بکاره چون نمیخوای آباد شه تو همینو میخوای تو یه داعش دیگه میخوای این ور اون بر تو حالا تو چی میخوای حالا ببینیم اون چی میخواد ما باید چی کار کنیم من تهرانی من اسمحانی من شیرازی اگه بگیرم بشینم بلوچ اونجا تیکه تیکه کنند چه حسی بهم دست میده به بلوچ چه حسی دست میده همون حسی که جمهوری سامی میخواد جمهوری اسلامی میخواد ما اصلا بدمون بیاد جمهوری سامی میخواد من بلوچو یه اختشاشگر ببینم یه قاچاقچی ببینم بلوچم هم منو دیدن بی غیرت ببینه بلوچ منو یه جوری ببینه که انگار من از بالا دارم به پایین نگاش میکنم انگار من سیرم اصلا واسه مهم نیست بمیره همین رو میخواد میخواد من و بلوش از هم بدمون بیاد میخواد من و کرد از هم بدمون بیاد میخواد من و جنوبی از هم بدمون بیاد میخواد ترک و کرد از هم بدشون بیاد میخواد جنوبی و بلوش از هم بدشون بیاد که پشت هم نیستند که اون بتونه حکومت کنه و تیکه تیکه کنه اصلا هدف تیکه تیکه کردنه پس بدون بلوش اگر سیر باشه اگر هم اشراری بیان خودش اشرار رو میشونه سر جاش ولی وقتی گشنه باشه وقتی یکی بگه بلند شو بریم بلند شو را میفته حالا من و تو وقتی بشینیم چه اتفاقی میفته دو حالت داره یا جمهوری اسلامی میره به خاک و خون میکشدشون به خاک و خون با توپ و تانک و موشک و همه چی هم داره رحم هم نداره دیدیم دیدیم که با ما چی کار کرد دیدیم که با ماه شهر چی کار کرد ماهشهر یادتونه با دوشکا گرفت وسطشون چون جنوبی بودن و بعد کل حرف و حدیث پشت سرشون زد اونا هم اختشاشگر شدن اونا هم فلان شدن اونا هم بمان شدن یه مش کارگر گرسنه بودند خب پس دو حالت داره یا اینکه جمهوری اسلامی بلند میشه میره به خاک و خون میکشه دشون چه اتفاق همسری من از من رفت هموطن من از من رفته من نشستم هم هموطنمو جمهوری اسلامی رفته که خود کرده له کرده گشته رفته حالا اون نسبت به من چه پیدا میکنه بدش بده من حق داره میگه خیلی بی تو هموطن منی اون دشمنو میکش نشستی فقط نگاه کردی نه اون یه توییت زدی ولی یه طرف قضیه ببینید یه روزی یکی از نکارش میگیره یه روزی یکی از نکارش میگیره قطعا کارش میگیره امکان نداره نگیره اصلا راحت پو... امکان نداره یه روزی امسال نه سال دیگه نه 10 سال دیگه نه آقا آخون 1000 سال میمونه سال 1001 سال 1001 دیگه 1500 سال 2500 سال 4500 یه روزی یک قومی زورش میرسه و وقتی زورش رسید حسش نسبت به تو چیه؟ ده دفعه قیام کرده و تو نشستی تماشا کردی تا آخون بکشدش کینه هم نداشته باشه دوستت نداره کسی که تونست ایران رو با اسلحه بگیره ایران رو با اسلحه اداره میکنه و ایران رو مال خودش میدونه آخونده رو نگاه کنید چرا درس نمیگیریم چه سال پیش یه تعدادی ارازل با اسلحه ریختند ایران رو گرفتن هنوز صاحبشن زدن همدیگر هم کشتن ما هم کشتن هنوز صاحبشن خودش گفت گفت ما با خون دادیم اینجا رو گرفتیم مردی بیا خون بده اینجا رو بگیر کل کشور رو صاحب شده نمیده هر کاری هم دلش میخواد میکنه با هر کی اونم همینطور خواهد شد بله وقتی یه قومیتی یه گوشه یه عده ای اصلا قومیت نه یه عده ای گلشنی و ده هزار نفر دورش با اسلحه اومدن ایرانو گرفتن و هیچ کس حمایت نکرد هیچ کس حمایت نکرد اگر موفق شد چیزی به کسی نمیده میگه من زورم رسیده اونام نبودن بزا من روشون حکم فرمایی کنم حالا فرض کن گلشنی و ده هزار نفر یا هزار نفر بلند شد اومد ایرانو گرفت خب این پاسدار پدر سوخته فلان فلان شده میره پاسدار رو میکشه زندگیشو میخوره اون قاضی رو میکشه زندگیشو میخوره عین جمهور اسلامی جمهور اسلامی بلند شد اومد هر کی پول داشت اون زمان تو زمانشا کشتن و خوردن و بردن و دارن ادامه میدند و این کار ادامه پیدا میکنه منی که اسلحه دستمه من که یاد گرفتم حالا بله این بر فرض فلان آدم ایکس آدم خوره و مال ملت خورم هست ولی اینکه من بلنشم برم با اسلحه بکشمش مالش رو بخورم عادت بدیه من باید بگیرم ببرم بدم دادگاه مالشم باید گرفته بشه در اختیار ملت گذاشته بشه یا در اختیار دولت صالح بعدی گذاشته بشه نه با اسلحه برم مال خودم کنم تو جمهور اسلامی همه اتفاق افتاد هر کی زورش تو هر سوراخی که تونست رفت و هر چی تونست خورد عین اعرابی که 1400 تا پیش به ایران حمله کردن حمله کرد هر کی بعد دستشون دستش من مال خودش کرد میرسید یارو عباش میانداخت میگه اینا مال من هر کی عباش گنده تر بود الان همینه فکر کردید اگر یه عده ای خون دادن و تونستن دو حالت داره یا الان مثال میزنم یا جمهور سامی فائق میشه که ما نشستیم اینا خونش رو ریخته شده حالا بشین ببین نسبت به تو چه حسی دارن یا اینکه نه اونا فائق میشن زورشون به جمهوری اسلامی میرسه خب چیکار میکنه بلوچی که تونس با اسلحه جمهوری اسلامی بیرون کنه از بلوچستان بلوچستان میشه بلوچستان دیگه انقدر زور نداره بیاد تهرانم بگیره انقدر زور نداره بیاد هم بگیره انقدر زور نداره بیاد اصفهانم بگیره زور نداره داشته باشن واسه خودش میگیره واسه تو نمیگیره اینو بدون مگه تو هم بلنشی بگیری اگه نگیری یکی از این دو حالته یا بلوچستان به خاک و خون کشیده میشه و مسئولش توی که نشستی عین آبانی که گرفتی نشستی بعد آبان چی شد همی، ولی یه نکته رو میخوام یادآوری کنم اگر یادتون باشه سال 98 اون اتفاقاتی که افتاد در پی اتفاقات احواز افتاد اول احواز بلند شد اول یه قومی بلند شد اول اونجا شروع کرد بعد ایران بلند شد من یادمه ولی به اندازه بلند نشدن و البته به اندازه دوام نی من خبر دارم که سپاهی گفت دو روز دیگه تو خیامون مونده بودند دو روز دیگه ما فرار کرده بودیم ولی به موقع تونستن کنترلش کنند قبلا در این موارد صحبت کردم و یه نکترم بهتون بگم زمان نباید بشون داد آقا بریم حالا امروز اونجا فردا اونجا پس اونجا نمیشه خودشون رو جمع جور میکنن میزنن لهت میکنن باید تموم کرد کارو باید اومد بیرون کارو تموم کرد بعد رفت تو خونه اونم سری تا نرسیده اسلحه رو برداره بیا سراغت باید تمومش کنی اگه میخوای تمومش کنی اینکه بشینی فقط تماشا کنی بلوچ بگیره میاد صاحبت میشه حالا تو با اونم دوباره میاد با اسلحه اومده یه جمهوری اسلامی دیگه است تو باز نمیتونی زندگی کنی مگر کمکش کنی مگر ببینه ها تو اینجا رو درست کردی اون چرا چون نیروها پخش میشه جمهوری اسلامی تیک نیروهاش داره میره اونجا الان اینجاست اگه تو اینجا باشی اونایی سری میان اون طرف یه سری اون طرف ولی همه با هم اگه همه با هم نباشه دوباره همون آشو همون کاسه دوباره میاد عین سال 98 یه تعداد خیلی زیادی میکشه یه تعداد خیلی زیادی میزنه له میکنه و بعدم پیروز میشه و اما تو جمهور اسلامی نهایتش نهایتش کار تمومه نهایتش میریزن تیکه تیکت میکنن خودتو زن و بچت و مالتو میبرند عین همون کاری که تو کردی پس بیا قبل از اینکه این کارو بکنن قبل از اینکه این برنامه ای که ریختی که ایران تیکه تیکه بشه تو آرزوته که آرزوته که سیستان بلوچستان زورش برسه با اسلحه و بتونه خودش رو جدا کنه این امکان پذیره اگر کل بلوشا ها کل بلوشا ها نمیتونی نمیتونه از پسش بر بیاری و احتمال داره کل بلوشا بلند شند. احتمالش خیلی زیاده خیلی زیاد و بعد وقتی بلوش بلند شد بلوشستان رو جدا کرد کردستان هم من چیم کم من بلند میشم از اون طرف جنوبیان بلند میشن میدونی همه هم دارن همشونم هم زج شدی چهل سال زج دادی چهل سال تو بدبختی گذاشتی چهل سال تو فازلاف زندگی کردن چهل سال تو گرسنگی کشیدن چهل سال کشتیشون چهل سال تخییرشون کردی چهل سال عذاب کشیدند تو دنبال همین میگردی تو دقیقا همین رو میخوای پس بقیهش ما مردم ایرانه با مردمی که بشینن اینکه نشستن تا شعر رفت نمیگم شاه خوب بود هر چی نبود از این بهتر بود هر چی بد بود از این بهتر بود شام اصلا بی خود اینجوری نبود اگر بود کلی آدم کشته بود رفته بود ببینید اینا ببینید چقدر کشتند طی این چند سال و همچنان دارن ادامه میدن تو دامای جمهور اسلامی نیفتیم این کار به دست همگان حل میشه یا همگان یا این سری قبل یه تعدادی که از همه شجاعترن از همه دلیرترن از همه بیباکترن میان جمهوری اسلامی هم میمالدشون رو زمین یه, چ... یه سری چیز هم بهشون میبنده ما هم روز به روز گرسنه تر سال 98 وضع مالیتون چی بود الان وضع مالیتون چیه در کل دارم میگم در کل افتضاح امیدوارم اینایی که زیر دولت گرفتند اینا که زیر آخوند رو گرفتن سر عقل بیان ولش کنند ولش کنند منابع کشور به جای اینکه خرج اتینای آخوند شه خرج فساد اطرافیانشون بشه خرج روسیه شه خرج چین شه چرا من باید نفتم و بدم چین پولش رو نگیرم وقتی میتونم نفتم و یه کارخونه بزنم تو سیستان بلوچستان و ازش محصول بسازم به خود چین بفروشم چون چین نمیخواد چرا خوزستان باید نفت داشته باشه ولی تو به سر ببره کار نباشه آب نباشه چون آخون نمیخواد چرا کرد باید جونش رو به خطر بندازه بره بالای کوتو با تیر بزنیش چون آخون میخواد انتخاب با خودمونه انتخاب با خودمونه اینکه چقدر زندگی میکنیم دست خودمون نیست ولی اینکه چطور زندگی میکنیم کاملا دست خودمون مراقب خودتون باشید هوای همدیگر رو داشته باشید تو ایار 24 سیوش میکنم اگر نداری تو استوری گذاشتم سفر رو بکشید بالا مثال به از این پیچ هیچ پیچ دیگه ای نداره یه ذره کامنتار رو باز کنم ببینم اگر تموم شد به هم بگید تموم شد 嗯、我说。